به نام خدا. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما. بنده مهدی رهبرم، مدرس این دوره از مجموعه فرادرس دانش آموخته رشته نرم افزار. در خدمتتون هستم با دوره جدیدی از بحث API. در ابتدا شناخت نسبی پیدا می‌کنیم از API و ساختارش. مروری بر نود جی‌اس داریم، نحوه عملکرد اکسپرس رو بررسی می‌کنیم و کم کم شروع می‌کنیم به ساخت API. تصمیم داریم از مفاهیم پایه‌ای شروع کنیم تا هر آنچه که نیاز هست رو یاد بگیریم. پیش نیاز این دوره جاوا اسکریپت که اگه به صورت مختصر مقدماتی هم بلد باشید کفایت میکنه. این تکنولوژی مخفف اپلیکیشن پروگرامینگ اینترفیس که به صورت عامیانه میتونیم رابطه برنامه‌نویسی نرم افزار ستش بزنیم. میشه گفت شبیه UI هست یا همون یوزر اینترفیس، یعنی با کاربر تعامل داره. اما با این تفاوت که به جای کاربر یا انسان با یک سیستم کامپیوتری سر کار داره. من اکثر مواقع برای درک بهتر دانشجوها مثال روزمره رو میزنم. در اینجا هم یک آشپز رو در نظر بگیرید. یک دستور غذا میدیم تا برامون درست کنه. حالا تصور کنین مواد اولیه رو خودمون بهش میدیم و میگیم با این مواد اولیه من غذا بپز. دقت کنید پس یک آشپزخونه یا آشپز وجود داره که همه یا بعضی از مواد تشکیل دهنده رو خودمون تهیه کردیم و آشپز با اون کار میکنه. API هم یه جورایی شبیه همینه. یک سری داده ای رو ممکنه به API بدیم و اون نتیجه‌ای که ما می‌خوایم رو باید بهمون برگردونه. پس با اجرای این پلتفرم کارمون سرعت بیشتری می‌گیره. میزان کد هم کم میشه و سازگاری بیشتری بین برنامه‌ها داره. مثال بعدی رو در حوزه کاری خودمون می‌زنم. تصور کنید اپ ما اینجا قرار داره و اصلاً هم مهم نیست با چه زبانی نوشته شده. میتونه جاوا، کاتلین، سویفت باشه یا حتی ریاکت نیتیو و فلاتر. اما منظورم اینجا اپه، یک موبایل اپ داریم. همینطور یک وب اپ هم داریم. در نهایت برای استفاده باید سرور داشته باشیم. که میخواییم سرورمون با نود جی اس نوشته بشه. اما با زبانهای دیگه هم مثل پی اچ پی یا پایتون نوشته میشه. نکته چیه؟ اینه که از چند تا زبان برنامه نویسی متفاوت استفاده کردیم. حالا اگه بخوایم بین این پلتفرم ها ارتباط برقرار بشه چی؟ مثلا در موبایل برای ثبت نام یک سری دیتایی مثل نام، شماره، رمز باید به سمت سرور بره. پردازش انجام بشه و یک پاسخ از سرور برگرده به موبایل. همین قضیه هم در مورد وب صادقه. اینجا هم یک سری اطلاعات میرسه سمت سرور، پروسس انجام میشه و یک جوابی برمیگرده به وب اپ. پس یک تکنولوژی باید باشه که این ارتباط رو برامون فراهم کنه. ما این تکنولوژی رو بهش میگیم API. پس مهم و کاربردیه. حالا که قراره با API توسعه بدیم، باید بیشتر بررسیش کنیم. API از دو تا جزء اصلی تشکیل شده. Data و HTTP method. Data رو بخوام به زبان ساده بگم، همون داده‌هایی هستن که قراره ارسال بشه بین پلتفرم‌های مختلف. تو بیشتر مواقع این داده ها از نوع جیسونه. جیسون مخفف جاوا اسکریپت آبجکت نوتیشن. خب این عبارت نشون میده که روش ذخیره سازی داده ها تو قالب جیسون شباهت زیادی داره به تعریف اشیا توی جاوا اسکریپت. جزی از زبان جاوا اسکریپت نیست و صرفا یه روش برای ذخیره سازی و تبادل داده هاست و تو هر زبان دیگه هم قابل استفاده است. نکته‌ای که داره اینه که میشه از جفت کوتیشن و دابل کوتیشن درش استفاده کرد و همینطور از آرایه‌ها هم میشه در اون استفاده کرد. اگه قبلاً جاوا اسکریپت کار کرده باشید می‌بینید که آبجکت‌های جاوا اسکریپت شبیه جیسونه. حالا چجوری نون داده‌ها رو باید انتقال بدیم؟ باید تبدیل بشه به استرینگ. حالا چرا باید تبدیل بشه به استرینگ؟ برای اینکه برای اون پلتفرم قابل درک باشه. ساختار جیسون خیلی ساده و قابل درکه و همینطور حجم پایینی هم داره، پس یکی از بهترین انواع داده است. نوع بعدی HTTP متد هست. ما دیتاها رو توسط پروتکل HTTP ارسال و دریافت میکنیم که نوع متد هم متفاوته و البته اهمیت هم داره. انواع مختلفی از متد داریم، متد get، post، delete و غیره. هر کدوم هم به یک منظور خاص استفاده میشه. مثلا از نوع get زمانی استفاده میکنیم که میخوایم دیتامون توی URL یا آدرس بار ارسال بشه. delete هم طبیعتا زمانی استفاده میشه که بخوایم مقداری رو حذف کنیم.
حالا یه جمع‌بندی تا اینجا داشته باشیم. دیتای ما به شکل جیسون، اونو از طریق پروتکل HTTP ارسال یا دریافت میکنیم که نوع اون هم باید تعیین کنیم. در این بخش میخواییم ببینیم API در کدوم قسمت قرار داره. اگر یک وب اپ رو بررسی کنیم، قاعدتا یک ویو داره. همه کارها رو این ویو نمیتونه انجام بده. مثلا برای ذخیره داده ها ما به یک پایگاه داده نیاز داریم. من میخوام MongoDB رو بررسی کنم. البته میتونه MySQL یا هر دیتابیس دیگه هم باشه. حالا موضوع اینجاست که بین ویو برنامه و دیتابیس ما نمیتونه ارتباط مستقیمی برقرار بشه. ما بین این دو باید یک زبان برنامه نویسی بکند داشته باشیم که این زبان بتونه این ارتباط رو برامون هندل کنه. من میخوام از Node.js استفاده کنم. Node.js به زبان ساده اجرای جاوا اسکریپت خارج از مرورگره. ما اینجا داریم از زبان برنامه نویسی جاوا اسکریپت استفاده میکنیم. ولی تکنولوژی Node.js این امکان رو به ما میده تا از جاوا اسکریپت بتونیم روی خود سرور هم استفاده کنیم. حالا ارتباط ویو و بکند ما توسط API برقرار میشه. پروسس ها انجام میشن و دیتامون هم از طریق نود در مونگو ذخیره میشه. پس API بین Node.js و ویو برنامه ما قرار داره. تو حالت عادی جاوا اسکریپت توسط مرورگر تفسیر میشه و نود این امکانو به ما میده که بیرون مرورگر هم ازش بتونیم استفاده کنیم و تفسیر بشه. برای همین در تعریف نود گفتیم اجرای جاوا اسکریپت در خارج از مرورگر. بیرون مرورگر حالا یعنی کجا؟ یعنی چی؟ هدف و منظور ما از بیرون مرورگر روی سرور یعنی بکند یک وب اپلیکیشنه و طبیعتاً امکانات متنوعی هم میتونه داشته باشه. برای استفاده از نود باید اونو دانلود و اینستال کنید. وارد سایتش میشید، سیستم عاملتون رو به طور خودکار تشخیص میده و پیشنهاد من اینه که نسخه کارنت رو بگیرید اینستال کنید. بعد از دانلود و اینستال نود باید از یک ابزار دیگه به نام NPM استفاده کنید. NPM مخفف نود پکیج منیجره و به کمک این ابزار میتونیم از پکیج های جاوا اسکریپتی استفاده کنیم. مراحل دانلود و نصب خیلی ساده هم داره، میتونید از راهنماهای توی سایت استفاده کنید. بعد از نصب ما باید یک مروری داشته باشیم به جاوا اسکریپت. مرور جاوا اسکریپت برای کسایی که به صورت مبتدی بلدن و میخوان براشون یادآوری بشه مفیده. ولی اگر تمایل دارید به صورت 0 تا 100 یا پیشرفته یاد بگیرید، توصیه من پکیج‌های جاوا اسکریپت پیشرفته مجموعه فرادرسه. در ابتدا که شروع به یادگیری جاوا اسکریپت میکنید، در نظرتون سخت‌ترین زبان میاد که یادگیریش هم دردسر داره. حس گیج شدن و ناامیدی بهتون ممکنه دست بده. مخصوصا برای کسایی که جاوا اسکریپت اولین زبانیه که دارن یاد میگیرن. پس قطعا این حس رو خواهید داشت. اوایلش سخته ولی وقتی ثابت قدم باشید تو هر کاری و تلاشتون کافی باشه، قطعا نتیجه خوبی میگیرید. تو این بخش پایه‌های جاوا اسکریپت و سینتکس کلی رو با هم مرور می‌کنیم. جاوا اسکریپت به صورت مختصر JS هم صدا زده میشه ولی یکی از محبوب ترین زبان های برنامه نویسیه. برای آزمون و خطا و تست ما میتونیم سراغ همین مرورگرهایی هم که داریم بریم. وارد این سه نقطه میشیم. More Tools رو میزنیم و Developer Tools. حالا هر ارور و هر نوشته‌ای داره با این قسمت میتونید کلیر یا پاکش کنید. دقت داشته باشید که باید برید در قسمت کنسول. بخش Elements برای کودهای HTML و CSS ولی بخش کنسول برای کودهای جاوا اسکریپت. اولین چیزی که میخوایم راجع بهش صحبت کنیم نوع داده ای توی جاوا اسکریپت که به صورت Number, String, Boolean, Undefined, Null و Object. میایم توی این بخش می‌نویسیم 2 ضرب در 2 و کلید Enter رو فشار میدیم به همون 4 رو برمیگردونه. جاوا اسکریپت عددها رو متوجه میشه. ضرب، تقسیم، منها، باقی مانده، همه اینا رو میتونیم انجام بدیم. حتی میتونیم مود هم انجام بدیم، یعنی باقی مونده. مثلا 12 مود 4 میشه 0. یعنی باقی مانده تقسیم 12 بر 4 میشه 0. به طور مثال 12 مود 8 میشه 4. باقی ماندهش میشه 4. نوع داده بعدی استرینگه. این قسمت رو پاک میکنم. استرینگ خب همون متنه. برای فهموندن JS برای نوشتن متن از دابل کوتیشن استفاده میشه. مثلا میتونیم بنویسیم داخل دابل کوتیشن فرادرس و کافی کلید اینتر رو بزنیم به همون کلمه فرادرس رو برمیگردونه. حالا به نظرتون جمع توی استرینگ چجوریه؟ مثلا دوتا کلمه فرا و علاوه درس
علامت جمع توی جاوا اسکریپت استرینگ عملیات الحاق رو انجام میده، یعنی چسباندن. دو تا کلمه رو به همدیگه میچسبونه. خب حالا من اگر بخوام علامت کوتیشن رو داخل کلمم داشته باشم چی؟ مثلا میخوام بنویسم فرادرس، اما این وسط میخوام خود کلمه کوتیشن یا جوب کوتیشن نوشته باشه. خب اینو ارور میده، نمیتونه قبول کنه چنین چیزی رو. برای این کار یه راه حلی وجود داره. اینه که ما این کلمه رو بنویسیم فرادرس مثلا، و این قسمت رو به طور مثال میخوای اون جوف کوتیشن یا حتی تک کوتیشن قرار داشته باشه. برای این کار باید از بک اسلش استفاده کنیم. یه بک اسلش میزنیم و اون جوف کوتیشن رو مینویسیم. اینطوری همونو میاد برامون چاپ میکنه. نوع داده بعدی اسمش از بولین. خیلی ساده است. یعنی یا درسته یا غلطه. یا true یا false. توی مقایسه هم به کار میره. مثلا 5 بزرگتر از 10. فالس ها نشون میده. خب قاعدتا غلطه دیگه، کاملا منطقیه. یا 10 بزرگتر از 5 بهمون true برمیگردونه. علامت هایی هم که استفاده میشه این است. بزرگتر، بزرگتر مساوی، کوچکتر، کوچکتر مساوی، برابری و نابرابری. توی جاوا اسکریپت برای برابری از 3 تا مساوی استفاده میشه و برای نابرابری از 1 علامت تعجب و 2 تا مساوی استفاده میشه. به طور مثال میخوایم ببینیم که 3 برابر است با 3، true نشون میده. من این 3 تا نوع دیگر رو بهتون توضیح میدم. بریم سراغ وریبل ها. شما متغیرها رو مثل ظرف یا پیمانه در نظر بگیرید که هر کدوم اندازه و ظرفیت خاصی دارن و جایی برای نگهداری. توی برنامه نویسی هم به همین صورتی که مثال زدم به کار میره. مثلا میخوایم عدد 3.14 رو ذخیره کنیم که هر بار نیایم این عدد 3.14 رو بنویسیم. توی جاوا اسکریپت برای متغیر از کلمه ور استفاده میشه که مخفف وریبله. به طور مثال میتونیم بنویسیم ور یعنی تعریف وریبل، یه اسم میخواد، به طور مثال بهش میگیم تکست یا txt. مساوی قرار میدیم با یک کلمه یا یک جمله. به طور مثال hello world یا همون hello، فرق خاصی نداره. یه کلمه نوشتیم، کلمه hello رو و enter رو میزنیم. به همون undefined داده. خب اینجا میتونیم بفهمیم که یه مشکلی وجود داره. ور رو مینویسیم txt مساویه، دوباره این کلمه رو مینویسیم. این بار آخر این جمله رو بستیم با سمیکولن، ولی بازم undefined داده. undefined اگه به گوشتون آشنا هست یا نه، توی قسمت بالا undefined 4مین نوع در جاوا اسکریپت بوده. این یعنی چی؟ این منظورش ارور نیست، منظورش چیز دیگه ایه. خودش یک نوع داده است، یعنی تعریف نشده، انگار که صدا زده نشده، یه چیز تو این مایه هاست. ارور ولی نیست. ما اینجا میخواییم ببینیم متغیری که صدا زدیم درست بوده یا نه. در واقع میخواییم ببینیم متغیری که ساختیم درسته یا نه، باید صداش بزن. می‌نویسیم txt و enter رو میزنیم. بهمون hello رو برمیگردونه، پس درست بوده. بنابراین undefined ارور نیست، خودش اینو متغیره، یعنی یک نوع پیامی داره به ما میده. یعنی اوکیه، درسته، ولی صدا زده نشده هنوز، استفاده نشده هنوز. حالا اگه عدد بخوام بدم چی؟ باید بنویسم و یه کلمه‌ای بهش میدم، یه نامی به صورت نامبر مینویسم مثلا، مساوی قرار میدم با 12. undefined داده، نامبر رو صدا میزنم، به هم 12 رو برمیگردونه. پس خود جاوا اسکریپت با استفاده از ورودی هایی که داره تشخیص میده که نوع متغیر چیه، استرینگ، نامبر چیه. به این قسمت توجه کنید. من یک متغیر دیگه میسازم به اسم A و بهش ورودی نمیدم، بازم به هم undefined میده. حالا اصلا یه سوال، این undefined چیه؟ چرا باید یه چیزی که تعریف نشده است یه نوع متغیر باشه؟
با مثال بهتون میگم. فکر کنید یک نوعی داریم برای پسورد. خالی گذاشتیم که کاربر حین ثبت نام یه پسوردی رو وارد کنه. اگه کاربر وارد نکنه پس undefined. پس ما با undefined متوجه میشیم که کاربر پسورد وارد نکرده و به کاربر اطلاع میدیم که باید پسوردش رو وارد کنی. پس خیلی کاربردیه. در ادامه بریم سراغ جریان کدها. کدهای ساده جریان مستقیمی دارن. مثل این شکل. مثلا با همین متغیری که یاد گرفتید تصور کنید عدد اولی رو میگیرید، عدد دوم رو هم از کاربر میگیرید، جمع دو عدد رو میاید نشون میدید. خطی اجرا میشه، برگشت یا لوپ هم نداره. یه اجرای دیگه ای داریم به اسم اجرای شرطی. یک سری کد اول به صورت خطی اجرا میشن تا به یک نقطه ای برسن. بر اساس شرایطی که داریم یا از راه اول میریم یا از راه دوم. و دوباره هم اجرای مستقیم و خطی دارن. بهش میگن گزاره شرطی که این شکل برای if هست. شرطهای دیگه ای هم داریم مثل if, else, else if, switch و غیره که در ادامه بهتون توضیح میدم. بریم با هم سینتکس if رو ببینیم. اول کلمه if میاد. داخل پرانتز یک نوع متغیری هست. علامت بزرگتر کوچکتر یا به طور کلی عمل مقایسه انجام میشه با یک مقداری و در نهایت در داخل بدنه if عملیات انجام میشه. مثلا چجوری؟ میتونیم بگیم ور 20 یک متغیری داریم به نام a که بهش مقدار 20 رو دادیم. حالا با if میاییم مینویسیم اگر a برابر هست با 20 بیا یک پیغامی بهمون نشون بده با استفاده از alert. بهمون پیغام های رو نشون داده. به خاطر چی؟ خب به خاطر اینکه درست بوده دیگه. a برابر با 20 بوده، اومده مقایسه کرده که a برابر با 20 هست یا نه. ما این یانه رو اینجا ننوشتیم، فقط نوشتیم اگر برابر با 20 هست با استفاده از متد alert بیا یک پیغامی بهمون نشون بده که با استفاده از این اومده های رو نشون داده. در واقع الان ما یه راه داریم با if، یعنی اومدیم گفتیم اگه درست هست یا میتونیم بگیم اگه درست نباشه. چجوری توی if اگر جواب ما درست نبود یا راه حل دوم رو خواستیم انجام بدیم؟ باید بریم سراغ else. خب تو بخش قبلی تا جایی که if اومد و a رو محاسبه کرد با هم دیگه پیش رفتیم. من اون کد رو میارم و قرار شد که else رو با هم دیگه تمرین کنیم. خواهیم بگیم اگر برابر با 20 بود یا های رو نمایش بده، در غیر این صورت یعنی else باید بیا یه چیز دیگه رو نمایش بده. از همون متد alert استفاده میکنیم. مثلا می‌نویسیم error. و حالا اگر اجرا کنیم دوباره همون های رو نمایش میده. چرا؟ به خاطر اینکه a همچنان برابر با 20 هست. با علامت رو به سمت بالا توی کیبورد میتونیم کدهایی که قبلا نوشتیم رو بیاریم. خب من یک بار به سمت بالا کلیک میکنم که اون کد میومد. حالا چون چند بار کلیک کردم کدهای قبلی اومد، میتونم کپی پیست کنم. و اینجا به جای 20 مثلا میذارم 21 و دوباره اجرا میکنم. این دفعه ایرور رو اومده چاپ کرده. خب پس با if و else آشنا شدیم. میریم سراغ جریان دیگه. خیلی راحت یک استوب بزنید ویدیو رو و اینو تحلیل کنید. تحلیلش هم کار خاصی نداره. به نظر شما برای کدوم یکی از گزاره های شرطیه؟ else, if. مثلا میخواییم بگیم اگه سنت 20 بود بیا 20 رو چاپ کن، اگه 30 بود بیا 30 رو چاپ کن، اگه هیچ کدوم نبود کلمه ایرور رو چاپ کن و الی آخر. پس یه گزاره خطی اجرا میشه به یه نقطه میرسه که چند تا راه حل داره، معمولا دوتا. if و else. اگر if به جواب نهایی رسید خب رسید، اگر نرسید دوباره به else if های متعدد برمیخوره تا به یه جواب نهایی و درست برسه. حالا الزاماً جواب نهایی جواب درست نیست. یه نتیجه ای داره که به اون نتیجه میخواد برسه.
برای راحتی کار از همون قبلی استفاده میکنم و اینجا به جای else یه else if اضافه میکنم. else if میتونیم بگیم که دوباره اینجا پرانتز باز و بسته میشه و به طور مثال میتونیم بگیم a برابر با 22، بیا 22 رو چاپ کن و دوباره else if این بار همون 21 باشه، نه 20 باید باشه، اینجا 20، 21، این 22، اونجا 20 چاپ بشه، 21 چاپ بشه، اینم 22. اومده همون 21 رو چاپ کرد. یک بار دیگه اگر من بیام اینو اجرا کنم و اینجا بنویسم 22، میاد 22 رو چاپ کنم. بهش میگن else if های تو در تو و متعدد. حالا توی if هم میتونیم از اپراتورهای منطقی صحبت کنیم، البته به طور خلاصه. مثلا به جای اینکه هی if های متعدد بنویسیم، دستورالعملیات یکی رو استفاده کنیم.